تست 182. با توجه به نمودار زیر چه تعداد از عبارت های زیر درستن؟ اول یه توضیح راجع به این نمودار بدم. هرچی شیب بیشتر باشه یعنی سرعت بیشتره. پس سرعت در مسیر ب از مسیر C بیشتره. نوشتم که راحت بشم. آ، منحنی های A و B و C می تواند مربوط به واکنش کلسیم کربنات با هیدروکلوریک اسید در دماهای فلان باشه. خب A باید وسطی است. در واقع B باید از همه سرعتش بیشتر باشه، وسطیه، یعنی دماش باید بیشتر باشه، در حالی که 24 از 26 بیشتر نیست. پس مورد A غلط خطش زدم. من دنبال درستا میگردم. ب، با استفاده از خاک باغچه که میدونی نقش کاتالیزگر داره و سرعت رو زیاد میکنه، منحنی مربوط واکنش سوختن قند را میتوان از A به C تبدیل کرد. خیر، سرعت قرار بود زیاد بشه طبق این مورد، در حالی که A به C سرعت کم میشه. پس مورد B هم غلطه. مورد P، در واکنش سوختن تکه های چوب با خرد کردن آن، خردش میکنی سطح تماس زیاد میشه، سرعت زیاد میشه. منحنی C میتونه به B تبدیل شه؟ بله، چون سرعت زیاد میشه، C به B، B سرعتش بیشتره. پس مورد P درسته. یه دونه درست پیدا کردم. مورد T، در واکنش فلزهای قلیایی با آب، منحنی های A و B میتواند متعلق به سدیم و پتاسیم باشد. خب واکنش فلزهای قلیایی با آب زیاد سرعتش و هرچی میایم پایین تر تو گروه یک، چون واکنش پذیری فلز بیشتر میشه، سرعت واکنش بیشتر میشه. الان آیا A مربوط به سدیم و B مربوط به پتاسیم؟ در صورتی درسته که B بزرگتر از A باشه، که هست، چون پتاسیم در جدول پایین تر از سدیم و سرعتش بیشتره. پس مورد 3 هم درسته و شد 2 مورد درست گزینه 2.